کفش هایی که دیگر کسی با آنها گام بر نمی دارد. گرد و خاکستر پهن شده انفجار بر این مطر نشان می دهد که باشندگان کابل باز هم گواه یک حمله خونین بودند. یاو دلوار یاو کلینر لوس لوات پنچری تا پنچری نه یاو شهید سوا ده یاو بخی ورک ده. انتحار کننده ساعت 8:30 دقیقه صبح جمعه با موتری پر از مواد انفجاری یک کاروان نیروهای خارجی را در منطقه قابل‌بای در مسیر جاده پلچرخی حوزه نهم امنیتی آماج قرار داد. نو زخمیان پراته و سالور 15 کسان. ایو دن غریب شهید و ادوات سالور دن روغ و سالور ماورا سالاغتا. دا 15 کارا دا حکومت نتوان دی. ایسی منو دی گلیار چیک نتوان دا یو پیخه نده. آه چقدر مردم که در نمی خانه ها کوگا شده بود با خودش مول باید شیشه بسیار مردم ها گاریم سر مردم شیشه ها گار کردم. از میان 3 موتر نیروهای خارجی 4 سرنشین 1 موتر آنان زخمی شدند. بسیاری از زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل انتقال یافتند. با تعداد 8 مجروح به شفاخانه انتقال گردیده که 3 مریض با وخیم می باشد. این حمله به دکانها و خانه های اطراف آسیب رسانیده است. به تعداد 4 نفر از زابیرین که تمامشان افراد ملکی است افغاناست شهید میشه و به تعداد 3 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخمی میشه. ارتش ایالات متحده از زخمی شدن 4 نیروی آمریکایی در این رویداد خبر داده است. سرک پل چرخی کابل سرکی است که در هر دو طرف از او دفترهای نهادهای خارجی موقعیت داره. این سرک بارها گواه حمله های تروریستی بوده. پنجمین حمله تروریستی بر این سرک حمله بر کمپ گرین ویلج بود. این حمله نخستین حمله طالبان پس از نشست مسکو است.